سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی. امروز دوم آذر ماه 1403 هست و بیت کوین در محدوده 100 هزار دلار در نوسان، کمتر از 100 هزار دلار، 99,200 در حال نوسانه. و یه خبر خوبم برای کریپتو بازار اومد که رئیس SEC هم استفادت قبل از اینکه ترامپ بیاد و اونو بخواد اخراجش بکنه و یه مقدار از موانع قوانین و مقرراتی که برای بازار کریپتو بود برداشته شد، خدا رو شکر. خب این سایت cryptometer.io هست و من بنا دارم هر هفته یه بار از قابلیت‌های این سایت امکاناتی رو به شما معرفی کنم و البته که برای استفاده مداوم از این سایت نیاز هست که اکانتش رو بخرید شما و بتونید به صورت حرفه‌ای ازش استفاده کنید. تایم فریم‌های مختلفی داره که با هم می‌بینیم. من وارد قسمت والیوم فلو میشم و همونطور که میبینید اینجا تایم فریم 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای، 30 دقیقه‌ای، 1 ساعته و 4 ساعته و 3 روزه و 1 هفته داره. و اصلا کلن این جریان پول هوشمند چی رو داره به ما نشون میده؟ مسیر حرکت پول رو به ارزهای مختلف نشون میده و اینکه اوورالی شما وقتی این نقشه رو داشته باشین میتونید قبل از اینی که یه به قول معروف ارزی پامپ بشه، حرکت خوبی داشته باشه، شما بتونید زودتر اون تشخیص بدین و بتونید ازش استفاده کنید. یه نکته خیلی ویژه روش هست، بحث کر دبلیو یا وان، ارز کره جنوبی هست. وقتی این پول از صرافیهای کره جنوبی پامپ میشه توی ارزی، شما شاهد حرکت اون ارز در کل مارکتین و یه اتفاق جالبیه. اگه کسی این ترند رو بتونه دنبال بکنه، جسد گریخته، من اطلاعاتش رو کانال اینستاگرام و کانال و همین کانال یوتیوب هم قرار میدم که شما بتونید ازش استفاده کنید. اما اگه کسی به صورت مداوم اینو دنبال کنه، مطمئنا اطلاعات خیلی بهتر جذابتری رو به دست میاره. من بیام از تایم فریم یک روزه که به صورت رایگان برای همه در اختیارشون میذاره بیام شروع کنم از اون استفاده کردن. همونطور که مشاهده میکنید جریان نت اینفلو، یعنی کسر این و اوت، یعنی ورودی و خروجی رو گفته نت. اونایی که مثبت شده جریان پول، همونطور که رو تصویرم مشاهده میکنید من دارم نشون میدم، مثلا رو بیت کوین جریان مثبت بوده در یک روز گذشته، حجمش هم زیاد بوده، اتر بوده، ریپل بوده، سولانا بوده که خب حتی بیم کوین های رو سولانا هم شبکه بلاکچین سول داره رشد خوبی میکنه و بقیه ارزها. یه سریش شما اینجا تو تصویر نمادها و عنوان اون ارز رو میبینید، یه سری دیگه تو این جدول پایینه. یه دونه گزارش دیگه داره به نام اوت فلو، نت اوت فلو، پول از کدوم یکی از ارزها بیشتر خارج شده. ببینیم مثلا رو دوج یه تعداد قابل توجه اومدن اون شناسایی سود کردن، اومدن خارج شدن. رو شیبا، رو سول، اینا بیشترین میزان رو داشتن. از رو بی تعداد قابل توجه ببینید تبدیل کردن به دلار، USD نه USDT، دلار تتر. بعد خدمتتون عرض شد حتی به یورو تبدیل کردن، به استیبل کوین های دیگه تبدیل کردن. و از USDT هم میبینید که چقدر پول اومده تبدیل شده مثلا به KRW هم یا یورو که پول کره جنوبی هست. خب بیایم پایین تر. اینجا من اینو ببرم بالا تصویرمو خدمتتون عرض شود که من چند تا گزینه رو اینجا دارم. نت فلو 24 ساعت گذشته، 1 ساعت گذشته، والیوم، ولالتی و بقیه پارامترها. من رو نت فلو میزنم و میام جریان خالص مثبت رو میخوام بگیرم ببینم چیه. توی یک روزه میبینید سولانا هست، اتر هست، حالا استیبل کوین ها رو من ازش فاکتور میگیرم چون حالا خیلی بحثی رو اونا نداریم. ریپل، بی ام بی، اپکس، پپه خیلی توی این تو ادوار گذشته به دفعات توی این لیسته بوده، میتونید جز لیستتون قرار بدید. تای هست، تی آی ای هست، این ارز خوبی، من حتی خودم هم این ارز دارم و بلند مدت بهش فکر کردم. مرل، تروی، نیر، اوپی. اوپی اصلا یه ویدیو قدیم در خصوص این ساختم، فکر کنم تو کانال اینستاگرام بعد به اشتراک گذاشته باشم که اصلا اون موقع من اینو دیتکتش کردم تو جریان پول هوشمند، توی 200 ارز اولم نبود، بعد یه دفعه بولد شد اومد. حالا ببینید شرایط خوبی هم داره، بی بی کیو، او ام هم شرایط خوبی داره. میدونم خیلیاتون این ارزو دارید. اس یو آی هست که دفعات
مکرری شما شاهد عرض شود حضور این ارز در چندهای اول بازار بودید. یونی فانتوم آواکس جوپیتر این جی یو پی خیلی زیاد اومده. بعضی از این ارزها راستی شما میتونید تو صرافیه ایرانی پیدا کنید، بعضیشون نمیتونید پیدا کنید. حالا از کجا بریم پیدا کنید؟ یکی از راهایی که من میتونم به شما بگم اینه که از این چیزها استفاده کنید. کیف پولای سخت افزاری بگیرید که قاعدتا احتمالا خیلیاتون دارید. برین سراغ چی؟ برین سراغ این که با قول معروف از اون کیف پوله خودشون هم پشتش اکسچنج دارن دیگه، اونا احراز هویت هم نمیخواد. حالا اگر مشکل رو اون دارید برید اونجاها، پر از این ارزاست. اگر شما راه دیگه میدونید این زیر برام کامنت بکنید که با هم در تعامل باشیم، بتونیم اطلاعات با هم به اشتراک بذاریم. دات L2 TRX ترون اصلا یه ترند خوبی داره به نظر من، ارزیه که میشه بلند مدت روش حساب کرد. فیت PYTH بعد دیگه بیایم پایین، این لیسته آپدیت میشه میپره بالا. فانتوم رد شدیم. فیت آی او پول ام او جی آی سی پی، آی سی پی هم ارز جالبی، زد کی لونا، لونا همه خاطره ازش دارن دیگه، لونا لونا کلاسیک اصلا چه داستانی بود. این از تایم فریم یک روزه. من برم تو تایم فریم یک هفته که یه مقدار بلند مدت تره، یعنی ارزایی که شما بیشتر میتونید روش حساب بکنید رو ببینیم. من صبر میکنم. آها یه رفرش که انجام میده، اینو بیارم اینجا. همونطور که میبینید رو سولانا وارد شده، رو بیت کوین، اتر، عرض شود اپکس، مرال، ریپل، دوج، جوپیتر، ای آر بی که به دفعات توی لیستای مختلف جریان پول هوشمند بوده و پیشنهاد میکنم حتما از اینا استفاده کنید. یه داستان دیگه هم بود، من یه دونه سبد گری اسکیل رو گذاشتم، لینکش هم گذاشتم تو اینستاگرام هم هست. میخواین سبد بچینید نرین سراغ علک این و اون، اینا اکثرا میان از همینا استفاده میکنن. چرا؟ چون کلی آدم باهوشتر از شاید ما یا در حد ما که به صورت حرفه‌ای روی مارکت داره کار میکنه رفته چیکار کرده، یه لیستی در آورده داده به گری اسکیل، بزرگترین صندوق سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال دنیا. حداقل یه ذره بهش اطمینان بکنید دیگه. یه لیست داره میگه چه ارزایی دارن، یه لیست داره میگه چه ارزایی زیر نظر دارن. خب حداقل چیزی که میخواین انتخاب کنید از این 30-40 هزار ارزی که توی مارکت هست، این آورده یه شورت لیست درست کرده 64 تا دونه ارزه، از همونا استفاده کنید. الکی هم پول بابت این چیزا به کسی ندید. نت فلو رو دیگه کاری نداشته باشیم. بیام پایین بریم سراغ جریان پول خالص. دوباره سول، بیت کوین، اتر، اپکس، MERL، مرل یا هر تلفظ دیگه ای که صحیح هست برای این ارز در نظر داشته باشین. CRV، CARV هست، سانداگ، ARB، BBQ، SU، SUI، اینو حتما مد نظر داشته باشین. XMR، مونرو، مونرو اصلا خیلی چیز جالبی هم داره به خاطر حالا شبکه‌ای هم که هست، جذابیت خاصی برای تعداد سرمایه‌گذاری عجیب و غریب داره. پاپکت، اصلا پاپکت اگر ویدیوهای اینستاگرام من دنبال کرده باشین، اصلا پاپکت دو سه دفعه اومد جز لیستمون. گات، پونک، ری، بی بی ایکس، بی دی ایکس دیگه این پایینا آشنا. داتو داریم، زکو داریم، اف تی تی رو داریم، بعد ایکس تی زد رو داریم، پندل، پندلم بود چند بار جز لیستمون بوده، دایم که دیگه همتون میشناسین. باز دوباره اوپی اون وسط مسطحه. حالا و تیاریکس، این دوتا رو تو سبدتون با حجم کم 5% سبدتون هم بهش اختصاص بدیم به نظر میاد بد گزینه‌ای نباشه. خب همونطور که میبینید من این لیست رو اسکرول کنم تا پایین که شما هم بتونید ازش استفاده کنین. دیگه اینجا لینا هست دیگه، تموم شد دیگه، این پایینه. البته صفحه میخوره اینجا، من بیام ببینیم صفحه 2 و 3 و 4 و 5 داره که دیگه اونا خیلی رده های پایین تره، من دیگه سراغ اونا نمیرم. این تایم فریم یک هفته بود. 3 روزه خیلی جذاب تره، بازار که همش دستخوش نوسان، 3 روزه استیبیلیتی بالاتری داره از جنس این که شما بخواییم یه مقداری مثلا میان مدت تر به ارز نگاه کنیم. تو 3 روزه بیام ببینیم کجاها بیشترین میزان داشتیم. من اینو ببرم بالا تصویر خودمو. باز میبینید اتر، بیت، سول، ریپل، سولانا به نظر میاد شرایط خوبی داره. بریم اینجا ببینیم که ار دبلیو وارد چیا شده.
تو 3 روز گذشته KRW وارد ریپل شده و بعد از این 3 روز شما میدید امروز این رئیس SEC امریکا، سیکیورتی اکسچنج کمیتی امریکا میاد میگه که آقا خدافظ و باعث میشه ریپل رشد بکنه. این ریپل آینده داره ارزی شبیه، یعنی یه پلتفرمیه که میشینه جای سویفت. به نظر میاد فرصت خوبی باشه ازش استفاده کنید. باز همه این بررسی رو خودتون انجام بدید. من بیام پایین دوباره نگاه کنم ببینم چه چیزه. دوباره تو چند تای اول، شما 5 تای اول همه اینایی که گفتم تو یه روزه، 3 روزه، یه هفته رو بنویسین رو کاغذ، 10 تای اول رو بنویسین. بعد تو این ترکیب خودتون هم میتونید بدید، حالا بررسی بکنید، جاهای دیگه، تحلیلگرای دیگر هم ببینید، مشترکات اینا احتمالاً فرصت خوب سرمایه گذاری. سول، اتر، ریپل، بیت کوین، تازه می‌بینید بعد تو تایم فریم 3 روزه بیت پایین‌تر، با اینکه رفته به 100 هزار داره تاچ میکنه و همین، اما همچنان توی این رده، رده چهارم قرار گرفته. اپکس، سانداگ، میرل، سی ار آر وی، وی بی کیو، تروی، تای، این تای رو بهتون گفتم، عرض خوبی من خودم هم دارمش، او پی، او ام، فانتوم که خیلی فانتوم بازن، حتما این رو در نظر داشته باشن. پاپکتی که قبلا جالبی از این ارزهای میم کوینی هم باید باشه، یه گربه است دهنش واضحه، همچین نمادی هم هست شکلش و داره رشد میکنه دیگه. یا میتونید از فرصت بازار استفاده کنید یا اینکه حالا تصمیم با خود شماست. FTT، جوپیتر، روت، مکس، ARB، همونطور که ببینید من این لیست رو دوباره اسکرول کنم بیاد پایین که شما بقیه رو ببینید. اینا فرصت های شرایط خاص تو بازار که شما میتونید ازش استفاده کنید و همچنان که میبینید یه عالم ارزیه که شاید اصلا بعضن هم اسمش رو نشنیده باشی ولی داره رشد میکنه. تو صرافی ایرانی احتمالا سخت پیدا میشه. راهکاری که خدمتتون ارائه کردم احتمالا بتونید تو صرافی خارجی یا کیف پولای سخت افزاری ازش استفاده کنید. امیدوارم یه روزی بشه که این مشکلات احراز هویت ایرانیان برطرف بشه. بریم سراغ 4 ساعت گذشته. الان ساعت 13 روز جمعه 2 آذر ماه هست. باز میبینیم توی 4 ساعت گذشته اوپی رو داریم، BTC رو داریم، سولو داریم، ریپل رو داریم، اتر رو داریم، ریپل کمتره، این چیه؟ دوجه. دوجه هم حتما مد نظر داشته باشین دیگه، گادفادرش ایلان ماسک و با این شرایطی که الان رسیده به هر حال میتونه اتفاقات خوبی بیفته. بریم دوباره سراغ KRW. وارد بیت کوین شده، یه مقدارش USDT شده. این سبزه چیه؟ EOS. وارد این ارزم شده در نظر داشته باشیم. حجمش البته حجم زیادی نیست. باز اتر، اوپی، او ام، نیر، ARB، اپکس، تون. آها، اینه که تون میخرن حواسشون باشه، بد چیزی نیست. تو 400 گذشته شیباس، آواکس دیگه، اتم، پپس، پپه باز اومد تو این لیست، KIA 92 ZK، BBQ، فیت، GMT، MOG، بانانا، ENA یا همون بنانا، XR، ATH، به جالبه یه عرضی به نام ATH داری، من ندیده بودم اینو تا الان، و گالا خیلی قدیمیه، ایکس که خیلی روش فوکوس هستن، فکر میکنم بعد فرصتی نیست، حالا حداقل بدونید تو 400 گذشته بعضش چجوریه. و همینطور که میبینید این لیست دیگه یه سری ارزایی میاد تو تایم فریم 400 و یه ساعته که احتمال داره شما مثلا اسمشو کمتر شنیده باشین، کمتر باش درگیر باشین یا تو هر صرافی نتونید پیداش بکنید. خب بریم سراغ تایم فریم 1 ساعته. 3 تا تایم فریم باحال دیگه هم داره، 30 دقیقه، 15 دقیقه، 5 دقیقه. اینایی که دیگه میخوان به لحظه بخرن بفروشن هست که حالا من یه نگاهی هم به اونا میندازم. تو تایم فریم 1 ساعته که بیایم نگاه کنیم میبینیم WBTC، BTC، همیشه WBTC زودتر از BTC رشد میکنه و اینم یه برای اینا یه میگن اون هرمه هست، دیتا، اینفورمیشن، نالج، ویزنم. این که شما میگی مثلا من مثلا به شما میگم آقا KRW اینجوریه یا مثلا WBTC قبل از BTC حرکتاش، اینا اون ویزنم است تو این هرمه، یعنی دیتا اولش، داده، اینفورمیشن، اطلاعات، نالج، دانش، ویزدم، خرد. اون تیکه خرد میشه رأس هرمه که میشه ازش استفاده کرد. دوباره ببینید سراغ KRW، دوباره
KAIA وارد شده، پپه وارد شده، پپه بازا، ریپل هم که دیگه کعبه آمال آرزوها. بیایم روی لیست نگاه بکنیم میبینیم باز جالبه توی یه ساعت گذاشتی پپه بیشتر از همه وارد شده بود. بعد WBTC، اوپی، نیر، آدا، آواکس، SCRT، ARB، ACAC، بونک، اتم. من بیام پایین تر، شما این لیست رو بنویسیم برای خودتون. مشترکات اینا دیدین توی یه سری لیستا کامل مشخصه، به غیر از اون 4-5 تا ارز اولی که مثلا ریپل و اتر و بیت و سولانا هست، یه سری ارزای دیگه هم آورده که بعد نیست تو لیستتون داشته باشه، حداقل تو واچ لیست داشته باشین، لیست کوتاهتون داشه. SUI ببینید تو همش تکرار شده، XLM همینطور، KAI هست، کامپاس، TAI هست، TIA هست، ENS، ICP، ICP هم پروژه جالبه، TRX بنانا دیگه خدمتتون عرض شود که BBQ، IO، فارم دیگه اینایی که میشناسیم، EOS بود. این آپدیت میکنه لیست ما رو ببره بالا. دیگه لیستش هم داره تموم میشه. TRB، ATH که با هم مثلا منم نشینده بودم ATH، یه عرضی بنام ATH آواه دیگه، تونه دیگه براتون بگم، روز، یادم روز رتبه های 300 و اینا بود، یه بازه دو سال پیش خوب روش کرد، اصلا اساسی کشید بالا و اونم رو پول هوشمند من پیداش کرده بودم. خب اینم یه گزارش کاملی از جریان پول هوشمند بر اساس دیتاهای سایت cryptometer.io هستش که وارد مارکت شده. باز پیشنهاد میکنم که حتما کانال یوتیوب و اینستاگرام رو حتما دنبال کنید، تایم فریم های خاص، تعداد محدودی از اینها رو من برای شما به اشتراک میذارم که بتونید ازش استفاده بکنید. اما باز پیشنهادم اینه که بخواید اگر حرفه‌ای توی مارکت کار کنید، از اکانت حرفه‌ای این سایت استفاده کنید و بتونید از قابلیت های مختلفش بهره ببرید. من یه بارم برم توی امکانات ویژه‌اش دیگه، اینجا مثلا یه چیز جالبی که داره که حالا اینو من دیگه کمتر بهش میپردازم، میگه لاگد اکتیویتی یک ساعت قبل تریدرها در مقابل 4 ساعته. مثلا میبینید تو بایننس رو BTC یا مثلا BTC US یا BTC میزان فروش 52% بود، حالا همچنان 52 52 59 بوده، 52 50 52 30 شده، یعنی فشار فروش کمتر شده. این رو بایننس ما میتونیم ارزش عوض کنیم، مثلا من اینجا برم رو سول، فشار دیواره خرید و فروش میبینی 36 به 63، یا مثلا اتر 55 در مقابل 45، یا ریپل، اصلا ریپل رو بریم ببینیم 60 در مقابل 39، TRX 57 در مقابل 42. بریم اینجا رو نگاه کنیم، مثلا اینجا نگاه کن، بیت فینیکس اصلا کلن دیواره فروشش که تو 4 ساعت گذشته 45 بوده تبدیل شده به دیواره خرید قوی و میبینید که سبزاش خیلی بزرگتره. یه نمای کلی به شما میده، البته فکر کنم ایناش گزارش این تیکش رایگان باشه، شما با لاگین فقط اکانت ساختن بتونید ازش استفاده ببرید. و دیگه کلی گزارشه، مثلا هیت مپش هم که احتمالاً این نقشه حرارتی بازار اصطلاحاً، من بیام اینور میبینید که مثلا شرایط بازار رو گفته، اتر سبز سبز، سول ریپل، آواکس، کلی ارز دیگه هم اینجا مثلا برای شما لیست کرده. و این چیه؟ لایت کوینه دیگه، خدمتتون عرض شود که کلن شرایط به این صورتی که براتون توضیح دادم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. شما با اشتراک این در سایر شبکه‌های اجتماعی از ما میتونید حمایت بکنید و من خواهشم از شما اینه که این رو در اختیار سایر دوستاتون هم بذارید، اونم بتونن ازش استفاده کنن. در نهایت کسی حق کسی دیگر تو مارکت نمیگیره، بلکه همه دارن با هم سوار یک کشتی هستن. امیدوارم که همتون سود کنید، موفق و پرسود باشید. خدا نگهدار.